درخواست همکاری صادقانه پاکستان برای صلح از سوی حکومت افغانستان. درخواست رئیس جمهور از استر محکمه و دیگر محاکم کشور. با تاکید آمریکا بر بیشتر ساختن روابط با چین. برام خدا و با عرض سلام، امروز یک شنبه 27 میزان سال 1393 که برابر می شود با 19 اکتبر سال 2014 میلادی. بیننده تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان تا این ساعت از کابل نیوز هستید. در آغاز رویدادهای داخل کشور. حکومت افغانستان خواهان همکاری صادقانه پاکستان در توقف حملات راکتی و موفقیت روند صلح است. اشرف غنی احمدزی میگوید امیدوار است که پاکستان و افغانستان یک بخش حل معضله جاری باشند و با همکاری های صادقانه با تنش های 13 ساله افغانستان راه حل دریابند. وقت قبلی در رابطه با تلاش های صلح رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی نیز امیدوار است که پاکستان یک بخش از راه حل معضله جاری در افغانستان باشد و با همکاری های صادقانه با تنش های 13 سال گذشته در افغانستان راه حل جستجو کند. رئیس جمهور احمدزی به مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان گفته است که با تشکیل حکومت جدید در افغانستان دریچه جدید در روابط میان کابل و اسلام آباد گشوده شده است، اما تاکید می کند که تلاش های صلح باید تنها محدود به گفتگوها نباشد. تامین صلح و ثبات در کشور اولویت ماست و ما به هیچ کس اجازه نخواهیم داد که افغانستان به لانه توریستان مبدل شود و در این مورد از هیچ گونه اقدام جدی دریغ نخواهیم کرد. ما باید تنها به گفتگوها بسنده نکنیم. حال زمان تلاش های عملی برای رسیدن به صلح فرا رسیده است. ما باید از وارد کردن اتهامات بر یک دیگر خودداری کنیم و فضای اعتماد را به وجود بیاوریم. در 13 سال گذشته جامعه جهانی و حکومت افغانستان پاکستان را همواره با آموزش و حمایت از توریستان متهم کردند. اما اسلام آباد در این اواخر با استراتژی جدید تلاش دارد تا با عکس این ادعاها توجه جهانان را منحرف کرده و بازی آغاز کرده را به افغانستان نسبت دهد. اما رئیس جمهور احمدزی تاکید می کند که افغانستان اجازه نخواهد داد که خاکش به مخفیگاه و مرکز آموزشی تروریسم مبدل شود. اشرف غنی احمدزی به سرتاج عزیز گفته است که برای تاجران و سرمایه گذاران پاکستانی در مقایسه به هر زمان دیگر زمینه بهتر سرمایه گذاری در افغانستان مهیا شده است. امروز در روابط هر دو کشور باب جدید گشوده شده است و امید است که این باب جدید به دروازه و بالاخره به دهلیز همکاری ها مبدل شود. تاجران و سرمایه گذاران پاکستانی باید همیشه احساس کنند که برای آنها زمینه سرمایه گذاری در افغانستان مساعد است. اقدام نهایی ما در مورد روابط امنیت و اقتصادی میان کابل و اسلام آباد این خواهد بود که هر هیئت های دو کشور نشست های مشترک متداوم داشته باشند. صدر اعظم پاکستان با ارسال دعوتنامه از اشرف غنی احمدزی خواسته است که در آینده نزدیک به اسلام آباد سفر کند. رئیس جمهور غنی نیز میگوید که دو کشور باید برای تامین روابط دو جانبه امنیتی و اقتصادی در آینده نشست های دو جانبه و چند جانبه را دایر نماید. اگر پاکستان در بخش صلح صادقانه عمل نکند، سفرهای مقامات آن دست آورد به دنبال نخواهد داشت. تحلیلگران امور میگویند که حکومت جدید افغانستان باید با جانب پاکستانی با جدیت و بر اساس استراتژی روشن گفتگوهای موفقانه انجام دهد. این در حالی است که مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان به کابل سفر کرده است و با خود دعوتنامه رسمی سفر رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی را به پاکستان آورده است.
عدم صداقت پاکستان در عرصه صلح و حمایت از تروریسم موضوع تازه‌ای نیست، بلکه از مدت‌ها بدین سو آن کشور تروریستانی را که در افغانستان می‌جنگند در خاک خود جا داده است. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین 20 بار به پاکستان سفر کرد و در آخرین روز کاری خود نیز تاکید کرد که صلح افغانستان در دست پاکستان است. اکنون یک بار دیگر تلاش‌های تازه به تضمین صلح و گفتگوها میان دو کشور به وجود آمده است. مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدراعظم پاکستان با سفر به کابل و مقامات افغان گفتگو کرده است، اما تحلیلگران امور میگویند که اگر پاکستان در عرصه صلح گام‌های صادقانه بر ندارد و حکومت افغانستان از استراتژی روشن و جدیت کار نگیرد، این گونه سفرها فاقد اهمیت است. افغانستان که نوع نظام راغله او دا نوع نظام قاطع حقاری اول سر که من هیل لرو چه د خپل قاطعیت څخه کار واخلی دی وکولی سی، نه یوازې دا چې پر پاکستان باندې دا شی ومني، بلکه امریکا او ناتو هم دې نقطې ته متوجه کړي چې که چیرې په افغانستان کې صلح او امنیت نه وي، په منطقه کې به صلح او امنیت نه وي. چنانچه اوس تاسو وګورئ په پاکستان کې زموږ نه ډېر زیات مشکلات شته دی په دې وروستیو کې. خپله پاکستان د ترهګرۍ ډېر په تنګ دی او ډېر په عذاب دی، او د پاکستان اعتبار د نړۍ په سطحه ډېر کم شوی. زه داسې فکر کوم که پاکستانان غواړي چې واقعا د افغانستان سره د مذاکراتو لاره پرانیزي، د دوی هغه حسن نیت دی. که دوی پوره حسن نیت ښکاره کړي، نو دا به د افغانستان دپاره، د افغانستان د راتلونکي دپاره ښه خبرې. اعضای شورای ملی میگویند اکنون پاکستان نیز زیر تهدید تروریسم قرار دارد و اگر اداره استخباراتی آن کشور سیاست خود در قبال افغانستان را تغییر ندهد، ناامنی ها علاوه بر دو کشور منطقه را نیز تهدید خواهد کرد. اما برخی دیگر از اعضای شورای ملی در حل مشکلات میان پاکستان و افغانستان نقش کشورهای منطقه و خصوص کشورهای چون ترکیه تاکید میکنند. دازل نه چې بیا راشي که صداقت د دوی په راتګ کې او د دوی په اهدافو کې موجوده نه وي، هیڅ کله د دوی راتګ د دې سبب نه ګرځي چې افغانستان ته سوله راوړي. تر څو چې د افغانستان بخښنه غواړم، تر څو چې د پاکستان استخبارات ونه غواړي چې هغه خپله پالیسي ته تغییر ورکړي، او هغه کې هم د صدق اوسیږي او عملا نه یوازې افغانستان ولسته، بلکې د سیمې هیوادونو ته ثابت نه کړي، زه فکر نه کوم چې د دې تاګ ور تاګ باندې سبب وګرځي چې په افغانستان کې سوله راشي. کوم رسوخیت او نفوذ چې ترکیه لري په اسلامي هیوادونو کې بل هیواد نه لري، نو د دې لپاره چې وسی کولای د خپل منافع او اهداف ترلاسه کړي، غواړي چې ترکیه هم راضي وساتي. که چېرې د ترکیه رضایت دوی چې په افغانستان کې صلح او امنیت قائم سي، ممکن نه چې په پاکستان فشار راوړي، او دا فشار هغه اومني اخلاقي او لحاظه او د خپل منافع په اساس هغه اومني. سرتاج عزیز قبل از این به حامد کرزی رئیس جمهور قبلی نیز دعوت به عمل آورده بود، اما آن سفر نیز تشریفاتی و به دستاورد خوانده شده بود. این مقام علی توبی پاکستان در حال به افغانستان سفر می کند که آن کشور از شب گذشته بدین سو نزدیک به 50 راکت به خاک افغانستان پرتاب کرده است. استر محکمه باید وسیله در جامعه باشد که هر فرد ضعیف جامعه بر آن باور داشته باشد و حکم آن عاری از تبعیض باشد. رئیس جمهور به اعضای استر محکمه گفت که بی‌نظمی های موجود در جامعه با استفاده از زور نه، بلکه با تأمین عدالت حل می شود. وی می گوید که نه تنها رئیس جایه، بلکه رئیس قوه سیگانه کشور است و به هر سی قوه به یک نظر می نگرد. رئیس جمهور غنی با اشاره به عنانات ناپسند در برابر خانم ها گفت که به زنان حقوق اسلامی آنها دادن نمی شود، بنابراین باید به این موضوع توجه جدی شود. مشران جرگه می گوید که حکومت اراده گرفتاری مجرمان اصلی قضیه کابل بانک را ندارد. اعضای مشران جرگه می گویند که با وجود فرمان رئیس جمهور، هنوز هم زورمندان دخیل در این قضیه گرفتار نشدند، و اگر حکومت در بررسی این قضیه ناکام شود، از اعتبارش در نزد مردم کاسته خواهد شد. مشران جرگر نتایج سفر سرتاج عزیز به کابل را بدیده شک می نگرد و از حکومت می خواهد تا این بار در برابر پاکستان موقف قاطع و روشن بگیرد. با وجود که همزمان با بازگشایی دوسیه جنجال برانگیز کابل بانک، امیدواری های مردم از حکومت جدید در امر مبارزه با فساد اداری افزایش یافته است،
اما گزارش ها می رسانند که متهمان اصلی این قضیه هنوز هم آزاد رفت و برگشت می کنند. نهادهای امنیتی می گویند که از 21 متهم قضیه کابل بانک 7 آنها که کارمندان دولتی اند گرفتار شدند، ولی با ضمانت اداره های مرتبط دوباره رها شدند. مشران جرگه موقف حکومت را در برابر این قضیه سوال برانگیز می خواند و می گوید عاملان اصلی ورشکستگی کابل بانک که با مقامات حکومتی قبلی رابطه دارند گرفتار نشدند. اصلی غله د څارنوالۍ د خوا څخه چون پخوا یې هم رشوت ځینې اخیستی و دیت یې برات ورکړی دی چې په هغه کې یو د مارشال صاحب مرحوم مارشال صاحب ورور دی، بل د کرزي صاحب ورور دی محمود کرزی. همدغسې څوارلس لپاره نور هغه وخت چې جناب ری صاحب جمهور اشرف غني صاحب اعلان وکړي لوی څارنوالۍ ته هدایت وکړي چې یو ویشت نفره دي دا تاسې باید تر تعقیب لاندې ونیسئ. بدبختانه لوی څارنوالۍ چون پخپله دوی غله دي نه ممنوع خروج کړل، نه د غو څخه نه هغه توقیف کړل. کابل بانک گفتن به جای که جرات کنه حسین فهیم شامل از او بسازه، محمود کرزی شاملش بسازه، غفار دایر شاملش بسازه، چهار تا بیچاره بدبخت گرفتن و اونا هم کسایی که در بینشان توانایی داشت فرار کردن و اینا رو گرفتن نمیتونن. با باور آنها صدور فرامین مسلسل رئیس جمهور جنبه نمایشی دارد و تا هنوز هیچ گونه نتیجه را در پی نداشته است. از سوی هم مشران جرگه با سفر مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان به افغانستان با دید شک می نگرد و می گوید که اسلام آباد هنوز هم در برابر کابل از سیاست های دوگانه استفاده می کند. سناتوران از حکومت جدید می خواهند که این بار در سیاست خود در برابر پاکستان بازنگری کنند و در برابر آن کشور موقف روشن اختیار نمایند. دعوتی صدر اعظم پاکستان را برای بازدید از پاکستان بپذیره، اما مشروط بر این که حکومت پاکستان یک حسن نیت از خود نشان بده، مشروط بکنه که اگر حکومت پاکستان از زمانی که دعوت پذیرفته میشد تا حین انجام سفر راکت پراگنی را از خاک افغانستان قطع کرد، این سفر انجام شود. تعریف از دوست و دشمن در استراتژی حکومت ای تأکید همه افغان هاست که باید واضح و روشن باشه. اطلاق کردن رئیس جمهور طالبان را به حیث مخالفین سیاسی ای در حقیقت مشروعیت بخشیدن عملکردهای نابخشودنی طالبان است. مشران جرگه در حال بر موقف حکومت در برابر قضیه کابل بانک انتقاد می کند که پس از صدور فرمان رئیس جمهور در مورد بررسی این قضیه برخاست متهمان از کشور فرار کردند. نتایج انتخابات شوراهای ولایتی تا پایان هفته جاری اعلام می شود. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در مورد 4000 محل رایدهی فیصله صادر کرده است که کارمندان این کمیسیون سرگرم جمع‌بندی آن در سیستم می باشند. از سوی همین کمیسیون می گوید که تلاش های خود را برای فراهم آوری تدابیر لازم جهت برگزاری انتخابات ولسی جرگه آغاز کرده است. برای اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی در سیستم مرکزی ثبت آرای کمیسیون مستقل انتخابات کار جدی جریان دارد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که با اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی تا پایان هفته جاری این روند کاملا پایان خواهد یافت. در ټاکنو خپلواک کمیسیون بودی باندش منده چه دیده اونه تر پای پوره پو فیزیکی داون بانده دغه د شکایت کمیسیون پریکړه په سیستم کې پلي کې تطبیق کې او ډېر زر د دې ونې تر پای پورې نهایي پایله اعلان کړي. از سوی هم اعضای مشران جرگه میگویند که تأخیر در اعلام نتایج انتخابات شوراهای ولایتی از سوی کمیسیون های انتخاباتی در برابر کارهای آنها نیز موانع ایجاد کرده است. د انتخابات کمیسیون باندې غږ کوم چې زر تر زر دی د نوی شورای ولایتی لیست اعلان کړي چې نوی سناتور صاحبان معرفي شي. زه هم کاندید نه یم، ځان فرا نه وایم، خو دلته چې زمونږ کومه ناسې کېږي هغه نه پوره کېږي، غیر قانوني ناسې دي. در موضوع شورای ولایتی هم تقطی زیاد صورت گرفته، بی‌عدالتی زیاد صورت گرفته از طرف کمیسیون انتخابات، حتی رشوت گرفته شده، کسایی که به لیست نبود اونا را به لیست آورده و یک اصلاحات بسیار اساسی در کمیسیون انتخابات باید به وجود بیاید. اما دلیل عمده تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی از سوی کمیسیون های انتخاباتی چیست؟ تقریبا پوتسلور زرو محلات بنده د شکایت کمیسیون پریکړه کړې ده چې دا د شپږ زرو څخه ډیر فورمې کېږي او اکثره فورمې هم چې د شکایت کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته
رالیگلی دی پاغ فرمت که نیدی چه پا خواهر بنده پریکل شیو یا کار شو یا پروسس شیو. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی برای برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی ابراز آمادگی می کند. به گفته مسئولان این کمیسیون برای ترتیب تقویم زمانی انتخابات پارلمانی و تدابیر دیگر روز یکشنبه نخستین نشست خود را برگزار کرد. پریکر شویده چه ده افغانستان ده اساسی قانون پر اساس بنده راتلون که ده ولسی جرگه تاکنه باید در سرش. نن پدې باندې باز شوی ده درن شاته دا دند ورکر شوی ده چې ډیر زر پدې برخه کې یو محل ویش جوړ کی. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که افراد متهم به تقلب را از این کمیسیون برکنار خواهد کرد و برای برگزاری شفاف انتخابات ولسی جرگه زمینه مناسب فراهم خواهد کرد. همزمان با پایین آمدن گراف جرایم جنایی در کشور سطح فعالیت‌های توریسم افزایش یافته است. رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله میگوید که آنها هفته گذشته به سطح کشور 245 رویداد توریستی را ثبت کردند که بیشتر آنها ناشی از حملات انتحاری و انفجار ماین بوده است. از سوی هم وزارت امور داخله میگوید که برای مهار فعالیت‌های توریستی در کشور عملیات خود را افزایش داده است و در نظر دارد که دامنه این عملیات نظامی را به تمام ولایات کشور بکشاند. با وجود که با تشکیل حکومت جدید در کشور گراف جرایم جنایی در مرکز و ولایات کشور پایین آمده است، اما ریاست مبارزه با جرایم جنایی از افزایش رویدادهای توریستی خبر می‌دهد. رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله میگوید که تنها در هفته گذشته در 34 ولایت کشور 254 رویداد توریستی ثبت گردیده که تمام آنها ناشی از حملات توریستی و انفجار ماین بوده است. گراف واقعات توریستی جمعاً 254 واقعه توریستی در سطح کل کشور ثبت شده، پیش ما راپورهایش مواصلت کرده که همش دقیق است و این در حالی که در هفته گذشته 175 واقعه توریستی ما داشتیم که یک افزایش را قابل ملاحظه را در واقعات توریستی نشان می‌ده که اکثرش واقعات ماین‌های کنار جاده، انفراجات، انفجارات است که در ولایت صورت گرفته. این ریاست همچنان میگوید که در هفته گذشته به سطح کشور 177 رویداد جرمی نیز ثبت شده بود که به اتهام آن 190 تن بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی محول شدند. اما با وجود این همه وزارت امور داخله میگوید که برای مهار کردن فعالیت‌های توریستی در کشور سطح عملیات نظامی خود را گسترش می‌دهد و فقط در جریان هفته گذشته 34 عملیات را انجام داده است. ما در قسمت راه اندازی عملیات‌های خود یک مقدار افزایش آوردیم، بخصوص نیروهای پلیس که مبارزه با تروریسم یکی از مسئولیت‌هایش است که قطعات خاص پلیس افغانستان است. ما در استفاده از قطعات خاص پلیس و چگونگی راه اندازی عملیات‌های قطعات خاص پلیس علیه مخالفین و شورشیا برنامه‌های جدید روی دست گرفتیم. این وزارت در کنار مبارزه با فعالیت‌های توریستی می‌افزاید که در جریان سال جاری ضمن مبارزه جدی علیه فساد اداری در صف پلیس به مبارزه علیه جرایم سازمان یافته نیز توجه ویژه خود را معطوف کرده است. با کار آمدن حکومت جدید بدون شک به وظایف خود به گونه‌ای که لازم است توجه خواهند کرد و در قسمت از بین بردن جرایم به خصوص جرایم بزرگ سازمان یافته مثل اختطاف که در مراق توجه پلیس قرار گرفته، با تمام امکانات خود و تمام قدرت خود با این مسئله مبارزه خواهد شد. یک نفرم که اختطاف شود اینمی پلیس برایت نداره، ما از مسئولیت خود خلاص کرده نمیتونیم، چون مسئول جان و مال مردم هستیم. یک نفر چرا اختطاف شود؟ از او خاطر تمام توجه ما به اینمیست که انشاءالله مسئله اختطاف ها هم تا آخرین سطح برسانیم. این در حالی است که به گفته قماندانی امنی ولایت کابل هفته گذشته 61 عملیات علیه جرایم جنایی انجام گردیده است که در نتیجه یک گروه 7 نفری که با استفاده از وسایل رنجر و یونیفرم پلیس دست به سرقت‌های مسلحانه می‌زدند در مربوطات ناحیه 11 شهر کابل و یک تن دیگر در منطقه قرغب به اتهام قتل 3 تن گرفتار شدند.
در افغانستان از هر 8 زن یکی آن مبتلا به سرطان سینه است. وزارت صحت عامه میگوید که بر اساس یافته های آنها از هر 8 زن در کشور یکی آن سرطان سینه رنج میبرد، در حالی که در جهان دیگر از هر 15 زن یکی آن به این بیماری مبتلا میباشد. از سوی هم بانوی اول کشور خواهان مبارزه جدی بر ضد این بیماری شد و میگوید که هر زن افغان باید به خدمات صحی دسترسی داشته باشد. برای مبارزه جدی با بیماری سرطان در حال صدا بلند می شود که همین اکنون برخی زیادی از زنان به دلیل بی‌پروایی به این مرض مهلک مبتلاند. وزارت صحت عامه می گوید که بر اساس یافته های آنها از هر 8 زن در کشور یکی آن از سرطان سینه رنج می برد، در حالی که در جهان دیگر از هر 15 زن یکی آن به این مریضی مبتلا می باشد. از هر 8 خانم یکیش به سرطان سینه مبتلا می گردد، در حالی که این رقم در سایر جهان از هر 15 خانم یک خانم به سرطان سینه مواجه شده و پیش بینی گردیده است. ما روز هزارها هموطن خود را از دست می‌دهیم با نام مرض دیگر تشخیص می شود، در حالی که مریض سرطان است. برای که هیچ گاه راجع به سرطان گپ نمی‌زنیم، حتی باعث مریض سرطانی را پوت می‌کنیم که درست نیست که حتی اعضای فامیل ما بفهمه دلش نفته، کسی دیگه قسم فکر نکند، حتی یک عیب و حتی شرم نباشد. تشخیص نادرست، درمان قیمتی و بنابر اعلانات نادرست، عدم مشخص شدن این بیماری از سوی زنان از جمله عوامل است که باعث بالا رفتن گراف این بیماری شده است. اما وزارت صحت عامه مبارزه جدی به این پدیده را وابسته به مبارزه مشترک خانواده ها، اجتماع و سازمان ها می خواند و می گوید که باید به هر خانم خدمات مساوی ارائه شود. در مورد تمویل تمام دار ازی تخصیص از عواید داخلی کشور، مشارکت عامه و خصوصی یا پابلیک پرایوت پارتنرشپ، اجرت برای خدمات سرطانی و در دراز مدت بیمه صحی از جمله راهبردهایی است که وزارت صحت عامه بالایش کار کرده است. ریسورس یا ظرفیت هایی که ما داریم زیر کنترل خود بیاریم و به صورت مساوی اینه که برای VIP خوب خدمات باشه، با کسی که ددای کندی یا بدخشان یا پکتیاس خدمات نداشته باشیم، برای تمامشان مساویانه دوامدار و به صورت درست خدمات داشته باشیم. تا از سوی هم خانم اول کشور که پس از انتخاب اشرف غنی احمدزی به حیث رئیس جمهور برای نخستین بار در یک نشست رسمی ظاهر شد، گفت که به شمول سرطان سینه تمامی زنان بیمار افغان باید به خدمات صحی دسترسی داشته باشند. آرزو دارم زنان افغان در قسمت دسترسی به عرض خدمات صحی همکاری شوند تا از امراض و مشکلاتی که صحتشان را تهدید می نماید و موقع جلوگیری کردند. با وجودی که در جهان دیگر برای محو این بیماری مهلک تدابیر لازم اتخاذ می گردد، اما در افغانستان این نخستین بار است که مبارزه جدی و کمپاین گسترده آگاهی عامه در برابر سرطان سینه آغاز می شود. سکتور خصوصی اولویت‌های تجاری کشور را برای اصلاحات اقتصادی و ارائه آن در کنفرانس لندن پیشنهاد می‌کند. اتاق تجارت و صنایع می‌گوید برای رفع چالش‌ها و تسریع رشد اقتصادی کشور، 6 سکتور عمده اقتصادی و موضوعات تداخلی آن را اولویت بندی کرده و غرض ارائه در کنفرانس لندن پیشنهاد می‌نماید. از سوی هم سکتور خصوصی ابراز امیدواری میکند که با اقدامات ابتدایی حکومت جدید علاقه‌مندی برای سرمایه گذاری در کشور بیشتر شده است. قرار است کنفرانس لندن در اخیر سال 2014 میلادی دایر و توسط حکومت افغانستان و بریتانیا میزبانی شود که در آن روی مشکلات افغانستان بحث خواهد شد. نهادهای مختلف سکتور خصوصی جمع شدند تا 6 سکتور عمده اقتصادی، زراعت تجارتی، صنایع، خدمات، زیربنا و صنایع استخراجی و موارد مرتبط آن را که شامل افزایش دسترسی به منابع پولی، دسترسی به برق، زمین صنعتی، اصلاح مراحل اداری و مبارزه با فساد را اولویت بندی کرده و آن را غرض اصلاح در بخش‌های مختلف این سکتور و برای ارائه در کنفرانس لندن پیشنهاد نمایند. روی شناسایی 10-12 اولویت عمده اقتصادی که به خاطر به وجود آوردن یک ریفورم کلی در افغانستان خصوصا در بخش اقتصادی باشه و همچنان به کنفرانس لندن که قرار است در اخیر ماه نوامبر در انگلستان در شهر لندن برگزار شود
پیشنهاد خواهد کردیم و تقدیم خواهد شد یافته های ما و در روشنایی از او کمک های جامعه جهانی تنظیم و جلب خواهد شد. نتایج ازی باید به کنفرانس بین المللی لندن برود و در اونجا تعهد دولت افغانستان و همچنان تعهد همکارای بین المللی را به خود داشته باشم. سکتور خصوصی 12 اولویت اقتصادی کشور را پیشنهاد می کند که در آن بخش های معدن و زیربنا نیز شامل هستند و در آن راه حل و راه های بدیل برای عبور از مشکلات در نظر گرفته خواهد شد. از سوی هم مسئولان سکتور خصوصی می گویند با آمدن حکومت جدید علاقه مندی برای سرمایه گذاری در کشور بیشتر شده است. حتی ما در جریان 15 روز گذشته ملاقات های با یک تعداد سرمایه گذارهای خارجی داشتیم از کشورهای مختلف ترکیه و لبنان، یا هم علاقه مند هستند در افغانستان سرمایه گذاری جدی انجام بتن و خاطر از اینکه وام مطمئن هستن. علت مشکلات سرمایه گذاری در گذشته ضعف اراده سیاسی گفته می شود که تجار را از سرمایه گذاری دل سرد ساخته بود، ولی حال اقدامات ابتدایی رئیس جمهور و قاطعیت حکومت جدید در موضوعات مختلف سبب افزایش علاقه مندی سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری در کشور شده است. بیننده خبرهای جهان از کابل نیوز استید. امریکا خانه افزایش همکاری در بخش های مختلف با چین است. وزیر امور خارجه امریکا می گوید که به شمول دولت اسلامی و ابولا تهدیدهای زیاد جهانی وجود دارد که برای جلوگیری آن همکاری مشترک چین و امریکا مهم خوانده می شود. وزیر امور خارجه چین نیز افزایش همکاری ها در بخش های گوناگون میان دو کشور را ضروری می خواند، اما می گوید این کار وقتی ممکن خواهد بود که احترام متقابل موجود باشد. هند از وحدت القاعده و گروه های تروریستی دیگر هراس دارد. مقامات آن کشور می گویند که القاعده برای حملات خود در هند با دولت اسلامی و گروه های تندرو دیگر کار مشترک خواهد کرد. این نگرانی مقامات هندی پس از آن است که در کشمیر هند بیرق‌های دولت اسلامی به اهتزاز درآمد و القاعده نیز بخش جداگانه را در هند ایجاد نمود. مسئول این بخش عاصم عمر پاکستانی است و گفته است که هند را با یک جنگ تازه روبرو خواهد کرد. نبیل عربی رئیس اتحادیه عرب روز یکشنبه با سفر به بغداد نشان داد که آنها از حکومت جدید عراق حمایت می کنند. این سفر وی در حالی انجام می شود که حکومت جدید عراق یک سونی را به حیث وزیر دفاع خود مقرر کرده است. پیش از این حکومت قبلی عراق مورد انتقاد قرار داشت که با شهروندان سونی این کشور برخورد تبعیض آمیز می کند و این کار وی باعث شده است که سونی ها حامیان گروه دولت اسلامی شوند. با وجودی که با ایجاد حکومت کنونی عراق نیز خشونت‌ها در آن کشور ادامه دارد، اما جهان به خصوص آمریکا از بغداد می‌خواهد که با شریک ساختن تمامی اقوام و مذاهب در حکومت در کاهش خشونت‌ها نقش بازی کند. پلیس هنگ کنگ می‌گوید که خشونت‌های اخیر به نام تروریستان از سوی افرادی انجام شده است که با تندروان دست دارند. این سخنان پلیس پس از آن است که طی دو روز گذشته در نتیجه خشونت‌ها میان پلیس و تظاهرکنندگان 22 پلیس و 10 تظاهرکننده زخم برداشتند و 4 تن دیگر آنها گرفتار شدند. تظاهرات جاری در هنگ کنگ در اوایل ماه نوامبر آغاز شده است و حکومت روز جمعه گفته است که سه شنبه آینده با تظاهرکنندگان گفتگو می کند، اما با آن هم تظاهرکنندگان از خشونت ها دست نمی کشند و نه هم جاده ها را ترک می کنند. مجموعه خبری ما در همین جا به پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.